روند رهایی زندانیان طالبان پس از دو هفته توقف دوباره اثر گرفته شد. با آنکه حکومت رسما در این مورد چیزی نگفته، اما رادیو آزادی با پخش ویدیویی گفته شام گذشته حدود 70 زندانی طالبان از زندان پلچرخی آزاد شدند. یک منبع حکومتی نیز بر رادیو آزادی گفته این روند در چند روز آینده تکمیل خواهد شد و به دنبال آن مذاکرات بین الافغانی به گونه فوری آغاز می شود. روند صلح افغانستان پس از امضای توافقنامه دوحه همواره به دلایل مختلف با گیر و بندهای همراه بوده. کابل عدم کاهش خشونت از سوی طالبان را و طالبان عدم رهایی زندانیانشان را مانع در برابر آغاز مذاکرات می‌خواندند، تا اینکه حکومت در یک تصمیم سخت و دشوار با برگزاری لوی جرگه مشورتی بر رهایی 592 زندانی خطرناک طالبان مهر تایید گذاشت. اما با گذشت حدود دو هفته از تصمیم لوی جرگه از رهایی زندانیان طالبان خبری نشد و ارگ گفت روند آزادی زندانیان طالبان زمانی آغاز می شود که طالبان اسیران باقی مانده نیروهای امنیتی را آزاد کنند. با این که تا هنوز معلوم نیست که آیا طالبان روند رهایی زندانیان دولتی را آغاز کرده یا نه، اما رادیو آزادی با نشر ویدیویی گفته شب گذشته حدود 70 تن از زندانیان خطرناک طالبان از زندان پلچرخی آزاد شدند. برخی از زندانیان آزاد شده میگویند جرمشان سیاسی بوده و به اعدام محکوم بودند. ما خپل کوو کاله تیر کړی دي او دا لري جوړې مې پښتا مې چې سړي او یادامې الحمدلله شکر آزاد سم دې باندې خوشاله یم ټول افغانان په دې باندې مبارکي وایم چې دا باندې آزادۍ دې باندې ټول په دې باندې خوشاله اوسو او دا زموږ وطن دې ښه سول ده پښه زم بیا کسان های بیا امبسیدی افغانستان اگه آرام شود کلگی افغانستان دیگه بسار جنگ چه سال است که نمیمش کلام رو از دلوان حکومت سومی در افغانستان بره. از قندهار نیز گزارش شده که 9 تن از فرماندهان خطرناک طالبان که در بند دولت و شماری از آنها محکوم به اعدام بودند از زندان این ولایت رها شدند. با این حال دولت تا کنون در مورد رهایی زندانیان طالبان چیزی نگفته است. جدا از بحث رهایی زندانیان طالب، در بحث صلح ارگ و سپیدار درگیر اختلافات خودشان هستند. اخیراً ریاست جمهوری در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی کرد. سخنگوی ریاست جمهوری هم میگوید در انتخاب این افراد با عبدالله مشوره صورت گرفته. مشوره های زیاد و گسترده صورت گرفت تا اعضای محترم انتخاب شوند. به ویژه مشوره های دوامدار با دکتر صاحب عبدالله که در رأس شورای عالی مصالحه ملی قرار داره به خاطر تکمیل اعضای این شورا. هیچ نوع دستکاری و پنهانکاری وجود نداشته. اما عبدالله با رد فرمان اشرف غنی گفته تعیین اعضای شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافقنامه سیاسی از اختیارات اوست و نیازی به فرمان رئیس جمهوری ندارد. بیننده های ارجمند، برای بحث بیشتر در این مورد همکنون آقای مصطفی علیزاده استاد دانشگاه در استودیو با ماست. آقای علیزاده سلام، بر شما بفرمایید که آزادی 70 زندانی خطرناک طالبان از زندان پلچرخی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما همکاران عزیزان. ببینید بحث رهایی زندانیان طالبان در بحث مذاکرات افغانستان، یک بحث گفتگوی صلح افغانستان، یک پیش شرط مطرح بودن که با تدوین لوی جرگه که شکل گرفت، رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان توسط شهروندان مردم افغانستان تصویب شد و دولت افغانستان بر اساس این تصمیم مردم افغانستان آمدن عمل کردن. اما متوجه باشیم رهایی زندانیان خطرناک طالبان نه تنها تهدید علیه منافع علیه امنیت افغانستان هستند، امنیت منطقه و فرامنطقه را تحت تاثیر خود دارد. امروزه حکومت در دو برنامگی یا در دو سرگی قرار دارد. حکومت اولا که در درون خود حکومت و نظام سیاسی فعلی افغانستان تنش هایی که میان آقای غنی و عبدالله از یک طرف وجود دارد و از سوی دیگر این گفتگوهای بین الافغانی قرار است این هفته و هفته بعدی قرار است آغاز شود. ما فکر میکنیم که یک بازی سیاسی تازه شکل گرفته و پروسی به نام صلح افغانستان در گروی ایالات متحده آمریکا، در گروی بازی های سیاسی که ایالات متحده آمریکا
در فضای جغرافی افغانستان انجام میده در فعلا در دسترس امریکا هستند. رهایی 70 زندانی خطرناک طالبان هم به عنوان بخش از پروژه‌ای بودند که مرا تصمیم لوی جرگه مشورتی همان 400 زندانی خطرناک طالبان که مطرح میشدن بخش از او بودند. اما اینو متوجه بشیم که دولت باید مردم، شهروندان افغانستان و امروزه افرادی که در جامعه افغانستان زندگی میکنند اینها را باید در اطلاع قرار بده، اطلاع رسانی باید وجود داشته باشد و از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات یک اصل اساسی در جمهوری اسلامی افغانستان است. متاسفانه امروز یا دیشب 70 زندانی خطرناک طالبان از زندان پلیچرخی زمانی که رها میشه هیچ یک از رسانه ها، هیچ یک از شهروندان، مقامات بلند پایه حکومت افغانستان خبر ندارند، در حالی که اظهارات ضد نقیض وجود دارد. از یک طرف یک تعداد از حکومتیان، کسانی که در حکومت قرار دارند، ادعای این مسئله را میکنند که پروسه صلح افغانستان امروزه توپ در میدان طالبان هستند، طالبان باید زندانیان و کماندوها و نظامیان که امروزه در قید اینها هستند باید طالبان رها کند. از سوی دیگر طالبان توپ در میدان حکومت افغانستان میبیند، میگه حکومت افغانستان باید این 400 زندانی نیروی زندانی خطرناکه که جرایم جنگی و جرایم سنگین مرتکب شدن رها کند. یک چیز متوجه باشیم، در صلح افغانستان ما بارها اشاره کردیم که اجماع کلی و اجماع منطقه‌ای اصل اساسی است که باید شکل بگیرد. متاسفانه امروزه کشور استرالیا از یک طرف، فرانسه از سوی دیگر و بعضی کشورهای دیگری که امروزه 400 زندانی طالبی که امروزه بعضی افراد وجود دارد که جرایم را علیه کشورهای بیگانه و افراد نظامیان خارجی مرتکب شدند و این کشورها خواهان مسئله هستند که نباید این افراد از قید زندان جمهوری اسلامی افغانستان رها شد. پروسه صلح افغانستان امروزه ایالات متحده آمریکا یک بازی تازه را شروع کرده و به دنبال از ایسته که هرچه بتونه موقعیت، هرچه بتونه زمان را برای خود بخرد ایالات متحده آمریکا تا باشد ترامپ باز هم به عنوان برنده تیکت انتخابات ایالات متحده آمریکا مطرح شد. برخی از سیاسیون به این باور هستند که آزادی این افراد موضع حکومت را در پشت میز مذاکرات تضعیف میکنه. شما با این برداشت موافق هستین؟ ببینید، یک چیز واضح است، اکثر کارشناسان به این اعتقاد هستند که در میز مذاکرات زمانی که گفتگوهای بین الافغانی که در آینده نزدیک گفته میشه آغاز شود، حکومت افغانستان با رهایی 5000 نیروی زندانی طالبان اولا که موقعیت خود از دست داده، حکومت افغانستان نتونسته یک اجماع کلی رو شکل بگیره. شما اگر متوجه باشین امروزه در خود شورای عالی مصالحه ای که شکل گیری بر اساس یک توافقنامه میان آقای عبدالله و دکتر غنی، متاسفانه اجماع کلی وجود نداره، یک استراتژی مدون وجود ندارد. رهایی زندانیان خطرناک نه تنها موجب تضعیف جایگاه دولت افغانستان در میز مذاکرات در گفتگوهای بین الافغانی میشن، بلکه این است که ما اصولی که بر روی استراتژی و اصولی که میخواهیم در میز مذاکرات روی صحبت های داشته باشیم و دستاورد 19 سال جمهوری اسلامی افغانستان زیر تهدیدی وجود دارد. امروز شما ببینید اگر ما یک اجماع کلی شکل ندیم در نظام داخل نظام دولت فعلی افغانستان، ما نمیتونیم در میز مذاکره که با گروه طالبان میشینیم بیاین از موضع واحد و از موضع یک پارچه و انسجام یافته ما صحبت کنیم، بلکه اعضایی که در قرار است در قطر در عنوان اشتراک کننده در گفتگوهای بین الافغان اشتراک کنند، هر کدام اینها دیدگاه خاص خود را مطرح میکنند، منافع شخصی خود را مطرح میکنند، نه منافع شهروندان افغانستانه. امروزه دیدگاهی که مطرح میشه رهایی این زندانیان تهدیدی برای امنیت افغانستان، برای تضعیف جایگاه افغانستان در میز مذاکرات است از یک طرف. دوم این است که دولت افغانستان اصول اساسی که ما 19 سال 20 سال که با خون شهدای خود را استفاده کردیم، این اصول ما حدس میتیم از جمله نظام دموکراسی، بحث آزادی رسانه هایی که وجود دارد، قانون اساسی ما، شما این موضوعات هم تحت تهدید اساسی قرار داره که امروزه دولت افغانستان باید متوجه این مسئله باشد. بله، من میخواستم که در ارتباط با اختلافات میان ارگ و سپیدار که چه پیامدهایی در مذاکرات صلح داره از شما بپرسم که جواب خود گرفتم. سال بعدی را این رقم مطرح میکنم آقای علیزاده، که جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت گفته بود که زندانیان کماندو که در نزد طالبان اسیر هستند تا زمانی که آنها آزاد نشود تبادله زندانیان بین طالبان و دولت صورت نمیگیره. به نظر شما متوقعی زندانیان طالبان که 70 تاش دیشب آزاد شدن و الان 250 نفر باقی مانده تا اینا آزاد نشه، به نظر شما مذاکرات صلح صورت خواهد گرفت؟ ببینید، سخنگوی ریاست جمهوری موضوعات رو مطرح میکنن به عنوان خط قرمز بر خود تعریف میکنن یا به عنوان یک موضوعی مطرح میکنن که باید گروه طالبان روی مسئله بیشتر تمرکز داشته باشد و رهایی کماندوها و نظامیانی که در قید اینها هستند باید رها شود. به عنوان یک اصلی بودن که در توافقنامه دوحه امضا شدن. اما متوجه باشیم
تا مکمل اعضای 5000 نیروی طالبی که در توافقنامه‌ای که در دوحه امضا شد، اگر یک نفر اینها باقی بمانه، چیزی به نام مذاکرات صلح افغانستان یا چیزی به نام مذاکرات بین الافغانی وجود نداره. امروزه بارها ما موضعی طالبان شاهد بودیم که طالبان معتقد به این مسئله هستند که باید تمام افراد 5000 نیروی جنگی طالبان که در قید حکومت افغانستان هستند، چه جرایم جنگی، چه جرایم علیه انسانیت، بشریت مرتکب شده، باید به هر نحوی هستن اینها رها شد. از سوی دیگر بارها حکومت، دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای خود آمدن خطای قرمزهای تعریف کردن و این موضوع گفتن به عنوان آخرین مرحله است که ما باید پیشتر بریم. اما متوجه باشیم که فشارهای ایالات متحده آمریکا از یک طرف، کشورهای ناتو از طرف دیگر، بالای آقای غنی و دکتر عبدالله باعث میشه که این زندانیان به هر عنوان باشن رها شود تا ما بریم به سمت مذاکرات بین الافغانی. اگر یک نفر از اینها باقی بمانه به عنوان یک پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی، این متوجه باشیم چیزی به نام مذاکرات بین الافغانی شکل نمیگیرد، باز هم پروسه صلح افغانستان به عنوان یک پروژه مطرح میشه. خیلی ممنونم از حضور شما آقای مصطفی علیزاده، استاد دانشگاه. سپاسگزارم. ممنون از شما.